بسم الله الرحمن الرحیم این جانب محمد یوسف ولد عبد القادر یک تن از شاگردان دارالقرآن شفا واقع در ممالک کوچه شرکت پشم می باشند دارالقرآن شفا از چند سال بدین سو در ولایت هرات به فعالیت آغاز نموده و تا به حال شاگردان متعددی هم از خواهر و برادر در این دارالقرآن ثبت نام کرده و فارغ التحصیل شدند بنده و مدت 3 سال در نزد قاری سید محمد مهدی حفظ کل قرآن عظیم الشان را کردم و همکنون در دارالقرآن شفا در نزد قاری صاحب سید احمد حسینی تجوید قرائت و صوت و لحن را پیش میبرم. قاری صاحب محمد یوسف هستند، همیشه سر وقت درس دوری خود میخوانند و با همراه بچه ها اخلاق و رفتار و نیکوی دارند و همیشه به استاد خود احترام میگذارند و انشالله که غیر حاضری هم نمیکنم به درس آخو. نام محمد یوسف ولد نذیر احمد یک تن از شاگردان دارالقرآن اشفا هستم و میرسیم سر دوستم محمد یوسف بسیار بچه لایق بسیار بچه خوب به دست خوب بسیار لایق هستم و نه قیرزی دارم نه همی چی بسیار بچه خوب هستم به بچه ها روی خوب میکنم و هیچ وقت نایدون که مثلا روی گنده کنم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا اسم محمد حسين ولد حاجي عبد الحق یک از شاگردان دارالقرآن شفا و دوست قاری صاحب محمد یوسف جان قاری صاحب محمد یوسف بسیار به درسهای خود علاقه‌مندی دارند و سر کلاس همیشه وقت در وقت حاضرند و دورهای خود را دور میکنند قاری صاحب محمد یوسف به دارالقرآن شفا تجوید میخوانند و دورهای خود را در همانجا دوره میکنند من عبدالقادر ولد عبدالعزیز هستم پدر قاری محمد یوسف عزیزی جناب محترم قاری محمد یوسف عزیزی پو یک چیزی هست که حافظ کل قرآن چیز پنج وقت نماز خود میخونه به سر وقت خوب مطب میره به سر وقت خوب به دار افاس خوب میره نماز و اینا هم مکمه به اخلاق خوب به اخلاق نیک داره بخونه هم مادر هم پدر هم برادرش ازش راضیه مدار تا هر چی که ما تعریف کنیم کم تعریف کنیم مدار خیلی بچه خوبه با اخلاق هسته بنده عتیق الله قاری زاده هستم بچه خاله قاری صاحب محمد یوسف جان خود قاری صاحب محمد یوسف جان که از جای افتخار برای فامیل ما همچنین خود والدین و پدر اینا بهترین مشوق در این را خود پدر مادر ازی بودم بین فامیل بین اقوام جای افتخار و از اخلاق خوب برخوردار این همه از برکت امو قرآن شریفه که در این را برفتم بیاموختم با مدت 3 سال توانستن 30 جز قرآن شریفه حفظ کنن و به ما جای افتخاره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم يا قاري خوب وقتی قاری خوب میشه که قرآن به صورت صحیح حروف تلفظ کنه و به او عمل کنه
و بعد از اینکه عمل کرد و به زندگی خوب که پیاده کرد به دیگر را برسانه. بخش های در قرآن شفا از جمله قرائت، تجوید، قرائت سبعه، صوت و لحن، حفظ، روخانی و روانخانی و همچنین برگزاری محافل انس با قرآن در هر هفته می باشد. که اینا اول به مسجد گرفتم، قدسی پاره و سرخلاص کردم، قرآن شریف خلاص کردن، دیدیم علاقه دارن، با ما علاقه خاصی داشتیم، این فرستادیم به دار الفاظ و به توسط 3 سال این حافظ کل قرآن شریف شدم. بعد از فارغ شدن حافظ کل قرآن ما دوباره فرستادیم به دار الفاظ که هم حفظ خود را بخونم، هم تصویر را بخونم، هم قرائت و هم صوت را بخونم. از زمانی که من توانستم حفظ کل قرآن عظیم الشان را بکنم، تأثیرات بسیار زیادی در زندگی روزمره ما به جا گذاشته است. از جمله اخلاق نیکو، نماز 5 وقت، نماز را در جماعت قضا کنم و اخلاق نیکو را در بین جامعه و پیش پدر و مادر خود ارائه کنم. همانطور که در جریان هستین، قرآن کریم در اولین آیاتش در سوره بقره الله سبحانه و تبارک و تعالی می فرماید هدن للمتقین. قرآن را به عنوان چراغ هدایت معرفی می نماید. این قرآن هدایت است برای تماما کسایی که با قرآن چنگ بزنند و کسایی که می خواهند به محبت الله سبحانه و تبارک و تعالی نائل شوند و می خواهند به بهشت الله بروند. راهی رفتن با بهشت را قرآن بیان کرده و زمان ما سعادتمند می شویم که با قرآن چنگ بزنیم. و قرآن چیزی که از ما می خواهد او ایست که برای نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطاب می کند که قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. بگوی ای پیامبر صلی الله علیه وسلم برای اهل کتاب اعلان کن که بیایید به سوی اون کلمه ای که بین من و شما مشترک است و او این که تنها الله واحد و لا شریک را عبادت و پرستش کنین و برای الله هیچ کسی را شریک قرار ندهیم. مهمترین چیزی که قرآن از ما میخواهد او ای است که ما فقط الله را بندگی کنیم، سر سجده برای الله بگذاریم، تسلیم قوانین و قواعد الله باشیم، از طاغوت، از هر نوع طاغوتی که هست بیزاری جوییم و اعلان بیزاری کنیم و به هیچ عنوان به طاغوت تسلیم نشیم. مشوقین اصلی من در راستای حفظ کل قرآن عظیم الشان پدر، مادر، اقوام و اساتید گرامی بودند. من خیلی افتخار میکنم، خیلی آرزو و خوشی میکنم، سرافرازی میکنم، سربلندی میکنم که پسر من قاری محمد صبا حافظ کل قرآن شریف شده. آرزو دارم که تمام پسران انسند سالا عزی حافظ قرآن بشم، باعث افتخار ملت با حافظ قرآن شریف بشم، باعث افتخار مردم با مسلمان ها بشم، باعث عزت خانواده خود قرار میگیرم. سربلندی و سر افتخاری به تمام خانواده ما است. افتخار میکنه خاله ها، اما کاکا، فامیلاش همه عزت احترام میکنن، خیلی خوشحال هستن. هدف من در راستای حفظ کل قرآن عظیم الشان این بود که ادای مسئولیت خود را در قبال پروردگار عظیم الشان و جامعه و مستر خدمت برای جامعه قرار بگیرم. دار القرآن شفا تا به حال افتخارات زیادی کسب نموده که از آن جمله در مسابقه ای که توسط بنیاد شهید احمد شاه مسعود در سال 1391 برگزار شد، شاگردان این دار القرآن به مقام های اول دست پیدا کردند. و همچنان در مسابقه ای که از طرف انجمن دینی قلمبیان در میان 3 ولایت هرات، فراه و نیمروز برگزار شد، بازم شاگردان دار القرآن اشرفا به مقام های برتر در بخش های ترتیل و صوت و لحن دست پیدا کردند. و همچنان در مسابقه ای که در طرف دار القرآن بقیت الله در زون قلب برگزار شد، بازم شاگردان در قرآن شفا در 2 بخش ترتیل و صوت و لحن به مقام های عالی دست پیدا کردند. مسئولیت من در قبال قرآن عظیم الشان این است که قرآن عظیم الشان را در زندگی خود پیاده و به آن عمل کنم و مستر خدمت برای جامعه قرار گیرم و بتوانم در راستاهای بعدی به جامعه خدمت کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله العظيم. قرآن کتابی است که بشریت را از ظلم و جهالت به سوی روشنایی دعوت می نماید. چون که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام فرمودند ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت رسوله. پیامبر فرمودند دو چیز را در میان شما گذاشتم، اگر به این دو چنگ زدید هرگز گمراه نمی شوید. و چون که الله متعال می فرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام، همانا این قرآن به سوی راهی که استوارتر و راستر است دعوت می کند. برنامه من این است که بعد از حفظ کل قرآن عظیم الشان در راستاهای علم های بسیار زیادی که از جمله تجوید، تحقیق، ترجمه، تفسیر را اول بیاموزم و به دیگران بیاموزانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. في جگیه یک حافظ قرآن این است که اخلاق نیکو داشته باشد، از خرافات، بدعت، شرک پرهیز کند و تمام مردم جامعه را به قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت کند. پیام من به حافظان وحی ای است که تنها با حفظ قرآن کریم اکتفا نکنید. قرآن را درست و صحیح که یکی از حقوق قرآن تجوید قرآن است بخوانید و قرآن را بفهمید و به قرآن عمل کنید و قرآن را سرلوحه زندگی خود قرار بدید. درست حفظ قرآن کریم یک افتخار بزرگ برای هر مسلمان است، ولی هدف اساسی قرآن عمل با قرآن است که قرآن ما را بسازد و ما را متحول بسازد، بر ما تغییر ایجاد کند و ما امتی صحیح و درست قرآن باشیم که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم را اینطوری تعریف میکنند که وکان خلقه القرآن، یعنی پیامبر یک قرآن متحرک بوده، باید ما هم اونطوری قرآن را بخوانیم و بفهمیم تا ما هم یک قرآن زنده در جامعه باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا
يسمعون فيها لغوا إلا سلاما صدق الله العظيم. توصیه ما به مردم شریف و نجیب افغانستان و به تمام دنیای ای است که قرآن را با قرآن چنگ بزنید، مشکلات خود را با قرآن حل کنید. هیچ قدرتی، هیچ توانی نمیتواند مشکل شما را برطرف کند مگر اینکه با قرآن مراجعه کنید. قرآن شفا هست، با این نسخه شفا بخش الهی متمسک شوید، قرآن را بیشتر در راه قرآن وقت بدید، جان مال بدید، زحمت بکشید، جد و جهد کنید تا قرآن حاکم شود و ما از مشکلات خود را به توسط قرآن حل نماییم. توصیه می است که همه ما با هم دست وحدت را داده و به خدمت قرآن باشیم و قرآن را بخوانیم و بفهمیم و عمل کنیم و پیام جاودانی قرآن را به دنیا برسانیم. پیام من به تمام محافظان وحی این است که از شرک خرافات بدعت پرهیز کند و کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را در زندگی خود پیاده نماید، قرآن عظیم الشان را به طور صحیح و درست بیاموزد و کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را به تمام جامعه برساند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.